زندگی پند آزاد وارد آد مرو زندگی چون نگری سر به سر همه پند است میگوید رودکی بزرگوار. السلام علیکم بیننده های ارجمند، برنامه نوبتی در صحبت صاحب دلان منظور شماست و راستی این برنامه از زندگی نامه اون نفران نقل میکند که بنامش خود دلیل اون است که واقعا هم صاحب دل هستند. آنهایی هستند که با خود تجربه بایی زندگی دارند. من گاه ها وقتی برنامه رو آغاز میکنم همیشه که از مصاحبانم میپرسم، همزمان تاکید میکنم که هم صحبتان من موی خود رو نه در آسیای واقعی بلکه در آسیاب زندگی سفید کردن و برای نسل امروز گفتنی های زیاد دارن، چون این یک فرصتی میشود که ما به هم آیم و سوال های به عنوانیشان ارائه میکنیم و به آن البته یک پاسخ میگیریم که آن غذای معنوی برای خرسندی امروز و آینده ما است. امروز در صحبت ما یک نفری حضور دارند که واقعا عمر خیش را به صاحب علم بخشیدند. راستی در زندگی میتوانیست آن کس یک صاحب کاری بسیار موفق شوند و یا یک کاری کسب و کاری دیگری، اما رشته علم را برای خودشان انتخاب کردند، زندگی هاشان را با کتاب پیوستند. استاد عبدالشکر نظرف، دکتری علم های اقتصادی، پروفسور، ارباب شایسته علم و تکنیکی تاجیکستان و همزمان استاد دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد عاصمی در شهر خوجند. استاد شما را به برنامه خوش آمدید میگم. راستی تا فرصتی دعوت به برنامه من خیلی آمادگی گرفتم در مورد آنی که با چنین یک شخصیت هایی که واقعا هم بسیار بزرگ انسان هایی که زندگیشان با علم است، با کتاب است، صحبت داشتن و سؤالی کردن. راستی من نیزگاه عاجز میمانم و از بس که این یک فرصتی بسیار خوب است که با شما من صحبت دارم، من تصمیم گرفتم این صحبت من بگذار در دو قسم گیرد. در قسمت اول من چون همیشگی از هم صحبتان خودم دایری این راهی تعیین مودی زندگیشان، این یک عمری است که با برکت و همزمان این یک نعمتی است که از جانب خالق یکتا برای بندگانش داده می شود که واقعا تا توانند از همین عمری گرانمایه خودشان برای امروزیان یک چیزی شایسته را داده باشند. استاد عزیز، همیشگی من فکر می کنم که وقتی با نفرانی سالار هم صحبت می شویم، پرسیدنی اون که بچگی آنها چگونه گذشته است برایم بسیار شوق‌آور است، چون همیشگی انسان ها اگر کلان شوند بازم از ایام بچگی خودشان نقل کردن برایشان بسیار معقول است، پسند است. و ایام بچگی شما چگونه بود؟ تشکر. ایام بچگی من یک دورانی بود که ما به سویه زندگی کمی پس بود، یعنی ما در خانه این خیلی سویت و خلدی نگوه ها نبود و قدر امکان پدر و مادر و رحمتی آنها کوشش میکردن که ما هایت هم خیلی تربیه کنن که ما قدری همون نان ریزه و قدری همون آبی که ما داریم همش به خانه میده که داریم همش به رسیم. و من از ایام کودکی من در آیله کارگر تولد شدم و پدر بزرگوارم کارگر بودن، مادر مهربانم در خانه چاک دوزی کرده، یعنی دویشون مایه هشت فرزنده کشش میکردن، تربیه کردن به بابای رساندن به آنها. ما رو به مهنت دوستی یعنی دانش گرفتن. غیر از این به یک کسی دست یاری کردن یا به یکان حادثه بی‌طرف نبودن، عقل داشتن نسبت به کلان ها، یک مناسبت ناز، یعنی یک ویشان بود پدر مادر مهربانم که میگفتن که پسرم وقتی که تو با پدرت صحبت میکنی چشمت زمین به نگاه کرده صحبت کن. میگفتن این معنای خیلی چخور دارد که این برای عزت و احترام پدر را به جا آوردن. به فکر من پدر یک خودی همین اشاره هم یک در خودش یک فلسفی بزرگ دارد که گاه ها مثلا عقایدی کهیده که ما شاید اگر نگاهی ما اگر به دلی پدر اگر سختی رسید ما شاید که سببی گناهکاری ما نشود. این قدر گریم تربیه بزرگ. البته غیر از این و اون کس ما کوشش میکردن که
به زندگی روح یافتن، یعنی خواجگی داری کردن، علم رو آموختن، محنت رو یک درجه ضروری کرده، از آن یک ثمره گرفتن، به کلان سالا یاردم کردن، در خانه هم ذخیره های یعنی از جهت اپتیمال استفاده بردن، همین یعنی وادار میکند که ماهای بر زندگی یعنی چی میگوید یک الوهیده گفتن ممکن در آینده یعنی پیچتاب میدید. بله اینجا بسیار از بگویم نقش والدان، تربیه والدانتان یادآوری کردید و همیشه که انسان در اویله، در محیط اویله تربیه گرفته، بعد به زندگی مستقلانه چون راه می‌یابد، انا همون تربیه ها یا روح های تربیه پدر و مادرش رو به خاطرش آورده، بعد میگوید که به امید یاد به همون که مثلا انا همین جنبه تربیه والدان من بسیار بهم یک پی خودش مضمون و مندرجی بسیار بزرگ داشت که در زندگی هم من دیدم. شما در زندگیتون بیشتر کدام جنبه های تربیه والدانتون رو دیدید و گفتید که من باید همین رو حتما برای تربیه فرزندان خودم باید تطبیق کنم؟ احمد، من ما فرزندان رو پدر و مادر کوشش میکردن که اول محنت دوست شویم، یعنی محنت دوستی آدم یک به حیات هم مستقل و هم ثمرناک میبیارد، چونکه آدم رو محنت آدم کرده است. غیر از این آنها کوشش میکردن که ماها علم آموزیم. رحمت پدرم میفتن که اگر من علم رو گفته نتانستم، فرزندان من شما یعنی علم شوید، یعنی دانشمند شوید و موقع خودتان در حیات یابید. گفته اینها یک به همسایگان، مثلا یک پدر میفتن که کوچه اومد ایستاد از درس یا از گشت و می دیده که یک همسایه کلانسال آب کاش کتیم آب می آوردن، همون آب کاششان که گرفته تا خانشان برده تیمی افتن. این خیلی تربیه ها حاضر خیلی کم هست به فکر من. من مثلا بسیار می پیزندم که این تربیه ها را امروز ما باید احیا کردن مادر کار که چگونه یعنی خصوصیت دارد این خیلی تربیه ها، چگونه نتیجه به کدام نتیجه آورده میرساند. بله استاد، تشکر. یک نکته رو اشاره کردید از روزگاری پدرتان که گفتن که بچم من که از پی علم رفتم، شما از پی علم رویتان که توانیتان صاحب علم و صاحب علم شویتان، صاحب مکتب شویتان. یعنی این به علم رفتن شما استاد، علم را انتخاب کردنتان، این هدایتی پدرتان بود یا گذشته از این بود شوق دیگری نیز به این مسئله داشتید به این سوال؟ این من اولش که وقتی که من به مکتب می رفتم تا این دم اکای بزرگ من قهرمان قادر رحیموف از جنگ گشته آمده در پهلوی پدر استاده ماه اکاهای جنهای همشان تربیه می کردن که ما ها خونده نتانستیم، نه پدرم نه من، اکن شما یعنی راه علم رو گریتان، یعنی مکتب نقص خانیتان. گفته چی میکردن؟ این یک کمین یک تلچاک بود که برای یعنی علم رفتنند. دویمش که من از خوردیم یک فنی ریاضی متماتیک رو خیلی دوست میداشتم. معلمه من مکتبی حاضر معلمه خدمت نشان داده SSR فاطمه خان عبدالله و سمد و حالی در حیات هستند و قریب 90 به برآمدن آن کس. دیگرش وقتی که من تمام کردم، اینها همش تکون بود که من مکتب را یک بابه های اعلی تمام کنم و بعد از مکتب باید من رفته آرزو داشتم از کودکی که یونیورسیتی دولتی مسکو به نام لومونوسوف را میخوانم. چند کسی میفتن که خود تو رفت آنجا خونده میتونی می گفتنی و خواب بود. میفتم که من چی کار میکردم؟ این رحمت اکام کمبینتی کنسل برالوی کار میکردن، هر سال در تعطیلی بایی بخارانه مایه همجا کار با یعنی در آورده میموندن. ما آنجا کمی پول باش کار میکردیم، کاری موسمی میکردیم و آن پولی که میگرفتیم هم خانو صرف میکردم، هم یک قسمشه من کوشش میکردم که کتاب ها رو هم به زبان تاجیکی خرم هم به زبان روسی خرم. یعنی این خواهش من
و بود که تکون بود که من روسی را رو باید نقصانم، یعنی فن هم تاجکی و گفتتانم هم بکر بارس گفتتانم که برای مسکو رفتن. دیگرش وقتی که من رساله دیپلومی را حمایه میکردم، راه بری من اکادمی مادین انتر اندریش بودم و آدم بعد از حمایه خورسند شده توصیه دادم که من به اسپیرانتور یعنی پیشنهاد کنم. این یک با درجه دیگر بود. دیگر درجه یک بزرگی که به من حیاتی من مشرف کردین، در وقت حمایه نامزدی من علامه اکادمی بابا جان غفورف فهمیدن که همین از تاجیکستان، در مثال تاجیکستان از ویچرنی مسکو خوندگی که همین خیلی نظر عبدالشکر حمایه میکنند و شاگردشان میفرستند اینستیتوت که رفته و افتلهتی گفته بیا آورده و بعد تخریص نویسته با یک پروفسور که میفرستند که آرفته از نام من عزیز من خوانده میدید. این میدانید برای من یک حوثمندی با یک بزرگ که آینده من با چکرتر به این بروم. این کادر پروری بابا جان غفورف بود که من حالی در کتاب هایم قید کردم، هر کجا باشه قید میکنم که من آرام نمیشناختن من، لیکن من گجای وای گجای وای گجای، لیکن کوشش میکردن که برای تاجیکستان کسی که نباشد بچه ها کادر پروری یعنی کادر جوان بلایقات ها تیار کنن و مشاهدت کنن برای تیارشتن. بله واقعا یک لحظه بسیار هم هیجان بخش هم هست، چون بسیار اینجا خوب افتید استاد که این یک حواسمندی شما رو برای فعالیت منبعدتان در این اشته که واقعا بسیار اشته دشوار هم هست. علم مثلا این یک صاحب بسیار پر افتخار و همزمان بسیار دشوار است که نه همه در همین رشته مثلا موفق میشد. استاد عزیز چون اینجا قسمان گفتیم، بازم در قسمت دیگر ما حتما در مورد علم صحبت میکنیم، چون در مورد کودکی گفتیم، من میخواستم در مورد جوانیتان از شما پرسم. معلوم است که هر یک نفر ایام جوانی دیده است و جوانی جوانان امروز رو دیده با جوانی خودتان قیاس کرده، چی نتیجه چی خلاصه میگیرید که واقعا جوانی اون زمان خوبتر بود، جوانای امروز چرا ایت خوب دارن؟ این سوال خیلی یعنی عالی جناب، چون که امروز اون تربیه که ما گرفتیم در وی دوران ما رو وادار کرد که ما مستقل شویم، مستقلیت با مضمونی تامه شویم، یعنی ارزندگی های نشاندهنده ارزندگی حیات رو از خود کنیم، یعنی آن را احیا کنیم، آن را برقرار کنیم، آن را زنده زنده بزنه، یعنی همچون تاریخ گفته بریم. و این آن چیه که ما را به محنت دوستی، به مهر و محبت، به نسبت به پدر و مادر، نسبت به خواهران و دادران، نسبت به همسایگان، نسبت به دوستان، هم سنفان، هم کسبان، همشان این وادار میکرد که ما را یعنی در جمعیت موقع خودمو رو یافته تانستان. افسوس که امروز جوانان امروزی بسیارتر، البته جوانان امروزی خیلی دانو هستند، یعنی این را تیز میگرند اخبار را، یعنی که اطلاعات را تیز میگرند، لیکن یک کم بودیش های اینجا که این اطلاعات را از کتاب خانه از بین رفتگی. افسوس که رفتگی حاضر، یعنی بسیار ما کوشش کرده استیم که یعنی کمی باشتن برقرار کنیم و قدم رو با کتاب خونی یعنی یک شوق پیدا کنیم، یک دعوت کنیم. از این رو البته به جوانان وقتی که از اینترنت یا وای میخوانن یک چیز رو از یک طرف میدارن، یک میتونه تیز خطر خاطرشون فراموش میشود. کتاب خانه این یک وی تفکر آنها رو مستحکم میکند. در این درجه البته من میخواستم که امروز جوان ها یک وقتی درجه لازمی رو به کتاب خانه روانه کنند، چون کتاب خانه این دانش مستحکمی آن رو یعنی داشتن مستحکم را افاده میکنند. بله تشکر استاد. کتاب خانه یاد آوری شدید، واقعا درست یک صحبت و یک نفر همین گونه صاحب دل اشتراک کردن گفتن که راستی بودن، اگر شما با دستتان کتاب رو گیرید اون و احساسی دیگر دارد و در عصر تکنولوژی رقمی روز یک بسیار فکری عجیبی گفتید. منم راستی اندیشه به فرو رفتم در مورد گویم از بس که تکنولوژی رقمی که هست
همیشه گویم حتی کتاب های الکترونی، حتی ما چند برنامه هم داشتیم در مورد کتاب واقعی خونم یا الکترونی، کدام گویم منبع اطلاع یا گویم یا منبع گرفتن معلومات در شکل کتاب برای موافق است یا به شکل الکترونی، یک بحث های جالب هم بود. اما امروز ما دیده استادیم استاد که در تطبیق یعنی برنامه اون که معرفت نوکی مردم دولت یک قطار برنامه ها چاربینی ها رو نیز راه اندازی کرده استاد است. در مثال همین گذراندن آزمون هایی که در نهاری فروغ صبحی دانایی اون آزمون هایی که برای مردم خواندن کتاب رو پیش از همه بوی کردن معنویات خودشان تلقین کرده استاد، حتی آزمون جای های معین گویم تحفه های معین ملخ های پولی بسیار پر ارزش اینجا گذاشته شده استاد است. خوب برای هوسمند کردن امکانات ها استفاده برده استاد، اما به اندیشه شما ما بیشتر حتی از محیط اوله شما در اوله پدر و مادرتون تربیت گرفتید و که مدرسه بعد به جمعیت وارد شدید، یعنی اساس شما رو در اوله گذاشتن پدر و والدین مهربان شما و محیط شما رو گویم بعدن ان همون روحی که مثلا برای ذوق شما بود همراه گرفته بود. پس ما از محیط اوله بیشتر کدام جنبه رو به فرزندانمون تلقین کنیم که توانن اونها واقعا کتاب رو نه به خاطر اون که پدرم گفتن من باید خونم، واقعا خونم به ذوق خونم به خواهش خودم خونم. این یکم زینه که در کار یعنی تربیه از اویله، اگر خودی والدین خودشان کتاب خوانند و یک نمونه می شود برای جوانان کتاب خوانی و نمونه می شود. دیگر استاد ها چگونه کتاب را خواندن را یعنی و بچه های یاری می رسانند جوان ها، یعنی نشان می دهند که چگونه خواندن، یعنی که چگونه از خواندن کتاب در این یا آن موضوع لذت برند، لذت با مضمون تامش، یعنی و کپیتالی انسان را و باید مستحکم کردنشان در کار. این یکی از نشان دهنده های کپیتالی انسانی یعنی داشتنی دانش می باشد، یعنی که علم می باشد وکرد. و دیگرش باشد کوشش کردن در کار که با کتاب های شوق‌آور رو خریده دادن در کار می از کتاب خانه گرفته دادن در کار بزرگ که آنها یعنی به آنها مهر محبت کتاب خانه رو از هم خانه هم مکتب هم از کودکستان همش یعنی وادار کردن در کار، اینه که وها یعنی به کتاب خانه شوق پیدا کردن در کار لازم است. این خودش یک بار پیدا نمیشد چون که به ترقیات علمی تکنیکی خودش همه جوانان رو به اینترنت و تلفن موبایلی و همش یکی زال های الکترون کتاب خانه رقمی بیبلیوتیک رو تشکیل میکنن آنجا میروند، لیکن و سطحش و لوازمیش دیگر رو کتابخانه محلی چی گفتیم، این یک تفکر جوانان رو باید میکند. وقتی که تفکرشان باید میشد در جا که نباشد از تستی یعنی آزمایش ها و ها درستر گذشته میتونند، یعنی دانش خود را در این یا آن موضوع افاده کرده میتونند که خودشان را محرف کرده توانند، موقع خودشان را یافته توانند. بله بله تشکر. من نکته رو دیگر رو مثلا اشمو پرسیدنی هستم، من شما از خوردی گفتید که به فنهای دقیق ریاضی توجه داشتم، راستی این بسیار عجیب است که بعد تمام عمر مثلا در همین رشته کار کردن و موفق شدن و تا به درجه مقام بلندی گویم استادی و گویم دکتری علمی اقتصاد رسیدید استاد. من یک نکته رو آشنون پرسیدم، من این اعلان شدن اون که مثلا 20 سالی رشته فنهای دقیق نسبت به علمی دقیق به فنهای مثلا گومانیتری یعنی انسانگرایی توجه بیشتر است، اما نه همیشه مثلا به علمی دقیق گوییم با احساسی گوییم خواهش مناسبت میکنه. پس ما واقعا همین آینده همین اقدام رو چگونه دیده میتونه شما استاد؟ من یکی از اولین میگفتم که این یعنی ما کودکی و پدر مثلا یک پول می دادن می فتن که رو رفته بازار و خرید کرده بیا خرید کرده آورده من این چون می گیره، لیکن سودا کن می گفتن، یعنی
خواجگی داره، وقتی که سودا میکنید خواهی نخواهی شما یعنی متمتک رو استفاده میبرید. یعنی من گفتنی که حاضر در هم کودکستان مکتب ها خصوصا کره رو نمیدونن، بچه ها از خود کرده نمیدونن. در دوران ما مکتب میخواندگی در وقت تنفس ما کوشش میکردیم که یکون رقم رو به کوادرات یا کوب برابر کنیم، یعنی مسابقه کنیم بین همسین فاک کیم پیشتر همین ویبه میبرن. یعنی این ویه تفکری ریاضی آدم رو خیلی وسیع مستحکم میکنن. این حاضر افسوس که وقت مثلا من بازار برید حاضر چند کیلو شکیلا شکر چا بیشار بگیستید من کلکولاتر به حساب کنم میکن. این خودش میگوید که یعنی آخرین 15-20 سال این ممکن زیادتر می در مکتب کاره رو از خود نمی کنند. این یکی از کمبودی هایی که امروز باید ما در وقتی یعنی دانش دادن به جوانان آنها رو حواسمند کنید که به حال معنی خود رو تفکر خود رو وسیع کنند، دویر به این رقم که های دقیق میشودین. از این رو البته به حال وقتی که این کار رو میکنند به ریاضیات یعنی شب قشان سکسکین پیدا میشود. عموما وقتی که ما ها برای یعنی فهمهای دقیق جلب کردن جوان ها ما باید این آنها رو روی راست نمی شود، لیکن با همین مثال ها با این اصول ها مثلا یک مثال دیگری که برای ریاضیات ترقی یافتش من معلمه خلقی سیر سمال دکتر مو درس می دادن، اون کس سه وریانتی کار می دادن، مسئله می دادن. کیم تیز اجرا می کند یک بال اضافه می گیرد، کیم اگر با یک تا مسئله رو دو اصول کتی اگر حال کنه دگر و با دیگر حواسمنده بود. این میدونید آدم ها کوشش میکرد که آدم ها هم یک وریانت درستی که خودش میدوند اشرا بکنه. غیر از این من مثلا خودم همه وقت من دو روح کتی حال میکردم و البته این روح ها این خودش رو میگوند اگر هر یک جوان اگر همین خیل بکنه اگر یعنی روح رو تای کنه اگر یا قبول کنه اگر البته این ها چی میگوید نسبت برای یادتون باز هم شبقاشان مستحکم تر میشود. این به این هم دیگرش باشد. من این حاضر جوان ها همشان کوشش میکنند که مستقل شوند، وکی مستقلیات اونها به حیات نمی آموزند. یعنی البته میدونن که یک جوان و یک روز خانه‌دار میشود، اویلدار میشود، یکی دختر فرد اویلدار میشود، آنها یعنی باید خواجگیداری خود را یافته توانند. برای خواجگیداری یافته توانند یعنی آنها به خواجگیداری را با یعنی اصولی تقسیم کردن بودجه و دیگر را این هم باشد تقسیمات آنها و البته و اطلاعات رقمی استفاده برده میشود. به تشکر. و یک قسمت دیگر که پس در این مورد گویم ببینید مثلا خاطر شما به از استاد معلمه فاطمه سماد یادآوری کرده استادید که الهی عمرشان دراز باشد و همیشگی یعنی همین شاگرداشان به افتخار از معلمه عزیز یاد کنند. سخن درباره آن که معلمه توانستند در شما ذوق همین فن را بیدار کنند، پس اینجا نقشی معلم نیز باید مهم باشد که معلم با حواس برای شاگردش گوید. اگر با حواس نقل نکند چگونه به شاگرد میتواند که ذوق پیدا کند؟ استاد البته گپشان درست. من اول معلم خودش نمونه باید باشد، یعنی ذوق خودش از نسبت به جوان بلندش نشتر کار که اون مثال شود برای جوان ها که همون فن های دقیق باید که اقتصادات رقمی و یعنی توجه خود پیدا کند. امروز البته ما حاضر خصوصا علم اقتصادات رقمی ترقی کرده استاد است. من یکی از مقاله خود رو یعنی در یکی از مجله های نقض دانشگاه تاجیکی اسلوونی نویسته بودن ها از وبر آمد. من بسیار مکتوب ها میگرم و بسیار چی میکنند که و ها چگونه آینده همین دوام تیم گفته، یعنی این موضوع رو دوام تیم این موضوع خودش حاضر به بهتر کردن خصوصا اقتصادیات برای پرسمر کردن نظام اداره کنی منیجمنت. یعنی البته اینها وادار میکند که امروز ما سرعتش که تیز میشود برای قبول قرار اینها البته خودش این رقم ها این وها یک تکون میشود اساس میشود که برای قرار اپتیمالی قبول کردن.
بله استاد، تشکر، تشکر برای شرح این موضوع. راستی من فکر میکنم یک قسمی سوال هایی که اینجا هست من در قسمتی صحبتی نوبتی برنامه بازم برای شما ارائه خواهم کرد و بیننده های ارجمند در صحبتی ما حضور دارند. یک نفر صاحب دل، استاد ارجمند عبدالشکور نظرف، دکتر علم های اقتصادی، پروفسور. اون نفری که اینجا شما روی میزی صحبتی ما دیدی سادید کتاب های زیادی است و چرا شما سوال کرده نباشید، شاید که این چرا درباره این کتاب ها ما چیزی نگفتیم. البته در قسمتی نوبتی برنامه حتما درباره آثار استاد، درباره اون اثرهایی که استاد تا امروز نوشتن، تألیف کردن، واقعا اون تحقیقات های علمی که استاد در این رشته، در رشته اقتصاد انجام داده، همزمان در تربیه هزارها هزار نفر اقتصادچیانی کشور حصه گذار هستند، واقعا ما در برنامه نوبتی صحبت میکنیم. استاد برای اشتراکتان به شما تشکر میگم، در قسمت نوبتی حتما بازم صحبت رو دوام میدیم. اینجا فرصتی برنامه قسمت اولی برنامه در صحبتی صاحب دلم با پایان میرسد. خیر تا برنامه نوبتی خونه تا آن بود باشد.